بعدی این پروژه به تأثیر انواع صدا بر مواد پرداخته. این آزمایش ثابت میکنه وقتی مواد به خصوص آب در معرض صدای موسیقی آرام و دلنشین و یا افکار و مفاهیم خود قرار میگیرند، کریستال های زیبا و منظمی تشکیل میدن و زمانی که در مقابل صداهای ناهنجار و موسیقی ناموزون قرار میگیرند، کریستال های نامنظم و زشتی میسازند. اسم این پروژه هست شهود آبی، کار خانم خورشید جم. تشکیلش کنید. داشتم میامدم. چی؟ چه زود؟ نتیجه؟ شوخی. خب، تبریک. بر جایزه؟ نه، واسه که بالاخره تونستی اصلا شیمی بذاری سر کار به جایزه. خیلی شاهکاری. گفتم شاید آزمایشت هم باور کردی. ساده نباش، کسی باور نمیکنه. من خودتو قبول دارم، همین کافیه. آره، تو پشت کار خوبی داری. فقط اگه دست از این کارت برداری بیا اینجا تمام وقت با هم کار کنیم همچی درست میشه. همون نیمه وقتی با هم تو لابراتوار کار میکنیم کافیه. من بعد رو پروژم کار کنم. قرارمون این نبود خورشید. حالا بایستیم بیان برسون. لازم نکرده. اگه وای همونی که توی مدرسه بهش میگفتن بیگره احترام دیدن باشه، طبیعتاً ایکس باید احترام. خانم با این وضع که تو ماشین نمیشینن. آقا مشما کردن. موازه باش اینا رو نشکنی تو را پله ها. بارون میاد؟ پس شما کی میخواین اینجا رو تخلیه کنین؟ بابا آخر رو سرتون خراب میشه ها. از شما نگرفتین که به شما جواب پس بدید.
ببینیم بالا لوله ترکیده، هیچ کی هم نیست درستش کنه. سخت میاد رو سر خودتون. ما قید همه چیو زدیم که اومد. معلومه، صاحب که نداری. شب نصف شب میاین میرین، معلوم نیست تو چه غلطی میکنین شما. آقا درست حرف بزن. بابا چطوری بگم این خونه باز کوبیده بشه؟ ای خدا لعنت کنه اون رهنا رو که اینجوری داد دست شما. خدا لعنت کنه شما رو که هرچی عرازل باشه برداشتی و ایتوی ساختمون. بیا تو مهناز میگاه لباس خیلی که میخواد خونه رو عرازل از چنگ خاله رهنا در بیاره این کاره رو غلط کرده. مگه ما میذاریم؟ گرم هرمو خرم نمیفهم. اینجا فقط اینو کم داشتیم. قشنگه نه؟ آره خیلی. بپر یه دوش بگی شکل آدم بگیری. مگه نیستم باز سرما میخوری؟ فردات چمین هم بنداز خوشه. میخوای لباس هم بدم بپوشی؟ نه اینجا یه چیزایی دارم. چی شد دختر؟ بای 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 چی صحبت؟ بیام کمک؟ نه 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 بیا. کی میخوای عادت کنی؟ ببخشید من شما رو تا حالا اینجا ندیده بودم. من چی کارشی؟ همکار آقای شایسته. عجیبه که آقا بهنام چیزی در مورد شما به من نگفته. مگه باید بگم؟ خب آره، به خاطر اینکه آقا بهنام اینجا تقریبا خونه دومشه، اقلا هفته ای سه روز رو میاد اینجا سر میزنه. فقط همونه که به این بند خدا سر میزنه. اصلا بهش نمیاد. اتفاقا چرا؟ خیلی هواشو داره، به خاطر همینم خیلی با ما کنار میاد. البته منم کوتاهی نمی کنم و حسابی تر خوشکش می کنم، آمپولاشو به موقع تزریق می کنم، ولی خب فایده ای نداره، تصادف خیلی رحمه. خبم نبود باشی. خبر سلام. چرا خبرم نکردی؟ نخواستم به زحمت بیافتی. بی بشی. ممنون. خوشحالم که اومدم. خواهی بگی ارتعاشات با فرکانس های مشابه تنین ایجاد میکن. آبم همینطوره. مادام تحت تاثیر حرکات و رفتار و حتی نوشته های ما قرار میگیره. تو هم داری جون میکنی زبون آبو ترجمه کنی. خوبه مثل این ساماتو عقلت از دست دادی بابا جون. حالا حسن هر چی به فرض که حسن اینطور باشه امکان نداره. این همه ارتعاش زبون این ارتعاشات گیجت میکنه بیچاره. از پا در میاد. من آب آزمایشمو کنترل میکنم. چی؟ آب آزمایشو کنترل میکنم. چطوری؟ ارتعاشات قبلیشو پاک میکنم. نمیذارم تحت تاثیر چیز جدیدی قرار بگیره. مثل آب مقطر. آقا بنازم به این همه. رو؟ البته. یک کمی همه ده. از تو یاد گرفتم. دو ساله که مدام میری بیمارستان از فهیمه عیادت میکنی. در حالی که اون تو کماست تو روی اون تاثیر میذاری. این خیلی اراده میخواد. تاثیر میذارم. خوبه. حواست به همه جا هست. خوبه. فهیمه برای من همکار خوبی بود. به گردنم حق داشت. جز بابای پیرش کسی رو نداره. همه گذاشتن رفتن. چه معصوم شدی. نتیجهش باید قشنگ در بیاد. بالاخره نفهمیدی چرا بعضی از بلورای عکسای قبلیم یه جورایی ناقصه؟ مثل حال آدم میمونه دیگه. همیشه که خوش نیست.
راستی اگه خاله رعنا اینجا رو بگیره چی؟ گفته جایزه بگیری 3 ماه دیگه میتونی کار کنی. وای چه خاله ای. اگه خاله رعنا رو نداشتیم چی کار میکردیم؟ مثل بچگی ها که خونتون ترون بود ول میگشتیم. یه تا موقع یه چیزی با هم میخوندیم. خانم کجایی نکنه کشته باشنه نیایی آویزونت هم نه خفه دیوونه تا داری برام کار میکنی نه واسه دل خودم کار میکنم کوف نگیری دل منو تو یکیه این کار کیه؟ فهیمه آخه امروز هم بهش بیمارستان سر زدی؟ میزنم و حالا ایزد بانوی آبها فرشته مکمل عشقها زایشها برکت و باروری در عهد باستان آناهیتا برای میترا الهه خورشید چطوری؟ خیلی استادانه است متشکرم واقعا خود ساختیش؟ نه پا شک داری خوب بپرس حالا دلخور نشو اصلش کجاست؟ اگه اشتباه نکنم فکر کنم توی موزه توی لندن چه قرنی؟ 500 قبل میلاد فکرشو بکن دستایی که اونو ساخته ارتعاشات اون دستا خیلی خوب میشد اگه ما میتونستیم بیا پایین بابا بیا پایین یه ذره منو بفهم چی میگی نخبه فکر کن اگه بشه اینو یه طوری ساخت که قدمتش با اصلش یکی باشه وقت میشه میشه نگفتی چطوری؟ باید چی؟ باید ارتعاشات اونو کشف کرد چی؟ باید ارتعاشات اون دستا رو کشف کرد برو بابا دلت خوش تو هم همش دنبال چیزایی هستی که نمیبینی میگن زندگی بسیار بیش از اون چیزیه که مینماید تو هم پت چشماتو ببین که دیگه ما رو نبینی آبجی آه آه مهناز مگه نرفتی کرج چه کاری تو کردی دختر؟ چی کار؟ در کارگاه رو چرا باز گذاشتی؟ مگه میشه بستم؟ عاشقی تو؟ امکان نداره روی موش هم افتاده بود تو تله اندازه یه گربه گرفتیش؟ آره؟ میخوای ولش کنم تو کیفت مثل اون دفعه خدمت جزوات برسه؟ نگو جون مادرت احمق جون شانس آوردی موش اومده دوز میومد چه غلطی میکردی؟ خورشید جون بستم لابود موشه باز کرده ها؟ نمیدونم نمیدونی؟ حالا چیزی دست نخورده؟ نه همه چی سر جاشه برای اینکه میگم باز گذاشتی دیگه تکرار نمیشه به موقع برمیگردی ها خدافظ
چیه؟ خراب شده؟ نه یه چیز عجیبی توی نقصه ظاهر شده که سردر نمیاره. ببینم نباید هم بکنم اینو چی هست اصلا؟ اصلا کدوم بریه؟ حتما یه چیزی هست. دست تکون خورده بابا جون، همه رو پاره کن بریزی که پول کاغذش هم با من نتر. ببین اون خانم چی میخواد؟ فقط این نیست که تکون خورده باشه، مرحله به مرحلهش ثبت شده. مهناز حالش خوب نیست. مهناز آخه این عکس مال اونه. آخ دیدی چقدر بهش گفتم بچه برو دنبال کار زندگی، دقیقا دور برای این خورشید نگر، اونم تو دیوونش کردی باور کن. معنی نداره خورشید، تو همه چی رو میخوای از دریچه اون میکروسکوپ بفهمی؟ چشم ما که نمیتونه همه چی رو ببینه، میکروسکوپ دروغ نمیگه. دروغ گنده تر از این؟ ما اینو نمیفهمی. نمیفهمی؟ چی هست که باید بفهمی؟ هر کسی دل مشغوله خودشو داره. بله ولی خیلی ها دل مشغولشون واقعیه، بعضی ها توهم. شاید توهم این چیزیه که ما میبینی. بس کن بابا. آب چه توهمی میتونه داشته باشه؟ خب آب چه میدونم؟ من میگم این عکس همش توهم، توهم. واقعیت اینه. خوب چشاتو باز کن نگاش کن. ببین خودم ساختم. مردم هم بالاش پول میدن. پول؟ چقدر بهت گفتم ول کن و موشتونی و بیا با هم روی این اشیای موزه‌ای کار کنیم. پولی که لازم داریم تو اینه. خرجت نمیره که. اینجا کی قدر تو رو میدونه؟ من برای رسیدن به استقلالم هر کاری میکنم. حالا تو خوب چشاتو بکن ببین این چی اینجا هک شده. چرا از اون دانشمند ژاپنی چی اسمش؟ ساماتو. دکتر ایماتو. ایماتو. چرا از اون کمک نمیگیری؟ اون بعد بدونه چرا این عکس اینطوری شده ها؟ تولید شده به ناز؟ نه خوابم میاد. تا حالا تو مترو نمیخوابیدی؟ جرمه؟ نه ولی مگه قرار نبود دیشب خوب استراحت کنی؟ کردم. پس چی؟ تو یه چیزی دستا؟ مریضی چیزی نداری؟ نکن. تازگی با خواهر دعوت نشده؟ با کسی به هم زدی؟ چند دفعه باید به هم بزنم؟ چند دفعه باید به هم بزنم؟ خب چرا نمیذاری بخوابم؟ بخواب مشکلیه. بیا بگیر بخور. یکی از همکلاسی های سال اولمو کشتن. چی میگی؟ پارسالی همو بیشتر با هم نبودیم، بعد انتقالی گرفت رفت کرمون. این کجا بوده؟ یکی گذاشته تو کیفم. کی؟ چه میدونم؟ یعنی چی؟ یعنی که میخواد منو بکشه. راحت شدی؟ نتیجه آخرین عکست مرمز؟ نه به من نمیگی چی شده؟ اینا چیه؟ از من میپرسی؟ توی مشکل روحی داری که من نباید بدونم. نه به خدا خورشید، یه گیر عشقی بود مال چند سال پیش، خودت که میدونی. این عکس من نیست.
لابد عکس منه. چه میدونم؟ مگه قرار نبود به هم اعتماد کنیم؟ اگه راستشو نگی به اشتباه میفتی. من که بهت گفتم دوستمو کشتن، خبرشو گذاشتم توی کیفم. برو بابا، تو چقدر ساده ای. یکی خواسته سر به سرت بذاره. من که با کسی این شوخی ها ندارم. با خواهرم هم دعوام شده که چرا شبا اینجا میخوابم. اینا همش مال بعد آزمایشه، نمیتونه تأثیر بذاره. وای ایمود، من برای شما تصویری فرستادم که شبیه عکسیست که برای من فرستادید. این تصویر واکنش آب به کلمه Human cloning شبیه سازی انسان. اینکه آب سعی دارد که چه چیزی به ما بگوید برای من مشخص نیست. عکسی که شما برایم فرستادید رمز و رازی دارد که نمیتوانم بفهمم. شبیه سازی انسان. بلم نمیخوام. راز و رمز، اسرار، علم، حروف. راز و رمز، حروف، اسرار، علم، اسرار. مطمئن این عکس واقعیه؟ قطعا. میگم نکنه مهرنازم شبیه سازی شده است که تهدیدش کردم. را تو بارو بابا، چه رفتی داره؟ ساماتو هم مثل توی دیگه. ایموتو. حالا ببخشید ایموتو مثل توی تختش کجه. تو این دور زمان آدماش نمیفهمن، چه برسه به آب. اصراری ندارم تا هم قبول کنی. هنوز عقلم سر جاش خوشید. خر که نشدن. بابات حق داشت بیرونت کنه. خونه جای کار نداشتم، اینجا مرش قابل تحمل نبود. ولی مطمئنم بالاخره یه روزی میاد دنبالت. بالاخره یه روز میاد دنبالت. آقا ببخشید، امانی همینه؟ بنبست مسعود کدوم میشه؟ همین؟ بله. مرسی. کجا بوده؟ این در واقع یه بخشی از این عکس میکروسکوپی این مولکول آبه که تو شرایط خاص اینطوری ظهور کرده. این قسمتاش هم بزرگ نمایی شده. این کار از حیطه من خارج، باید بیشتر بگردید. حتما کسایی هستن که بتونم بخونم. اگه این کارا رو واسط میکنم فقط به خاطر اینه که یه روزی دست از این کارت برداری بریم یه گوشه دنیا راحت زندگیمونو بکنیم. بابات هم همینو میخواد. من تا پروژم تموم نکنم با کسی زندگی نمی کنم. بابام هم اینو میدونه. میخوای پیاده شم.
جوونی چی میشه؟ چشم هم بزنی پیر شدی. حیف. ما 10 سال از هم دور بودیم. همیشه به یادت بودم. برای همین پیدات کردم. پدرت قدیما توی تأسیسات کار میکرد. درسته؟ دوستاش چی کارن؟ داروسازن. مامانت چی؟ اونم توی آزمایشگاه کار میکرد. الان که خونه داره. بیرونش کردن. چند سالت بود؟ یادم نیست. این رادی رو پیشونید قبلنه نبود نه؟ تو این 2 سال نپرسیدی؟ بدترین خاطره زندگی چیه؟ همه زندگی بد بود. همه زندگی بد بوده. خیلی خوب، گریه نکن. ببخشید. تازه داره خوب میشه که تو داری خرابش میگالی. به من میگی موقعی آزمایش به چیزی فکر نکن، ممکنی هم با چه فکری رو آزمایش اثر بذاره. ولی خودت هرچی دهنت در میاد به من میگی. کجا میری؟ دیگه نمیتونم. مهناز، یه دقیقه صبر کن. مهناز. وحشی های عوضی، شب و روز ندارن. خوب ترسیدی ها؟ نه. معلومه. قهر کردی؟ پاشو بیا، چای نطلبیده مراده. چه عجب؟ ببخشید چی کار کردی؟ خیست کن، اب نداره، آب روشناییه. صف کن، ولش، ول کن. صف کن، صف کن، اجازه بده. ول کن دیگه. تحصیل من بودا. گن زدم رفت. دلخوری عجم؟ اصلا. پس چرا نمیخندی؟ پیله نشد دیگه. بخند. به چی باید بخندم؟ خیلی دوست دارم ببینم آب درباره آناهیتا چه نقشی میزنه. ولی باید با تکلیف نازمش تو رو معلوم کنم. مهناز اون پرده رو بکش، اینجا داره گرم میشه ها.
بدی. باره بابا شوخی میکنی. شوخی چی اولاق؟ ما عکس گرفتم، ما عکس گرفتم. وای. اون آزمایش نشون میده که آزمایش قبلی مربوط به تو نیست. مربوط به کیه؟ یه آدم خیلی بد. یکی اون شب اینجا بوده. اوی نگو میترسم. به جای اینکه بترسی در رو ببند نمکی. پس بریم خونه ساناس فردا امتحان داریم، میخواد باش شیمی کار کنه. من اونجا راحت نیستم. فردا هم کلاس ندارم، میخوام بگیرم بخوابم. اونجا هم میتونی بخوابی. اصلا حرفشم نزن با اون مامان خلوچلش. خیلی بیمزه. ببین برو تو فایل بی تاثیر سمفونی 9 روی مولکولای آب تازه دانلود کردم، خیلی قشنگه، حتما ببین. من رفتم. شب بخیر. خوش باشی. زهر زده بابا باور نکن. میترسم. هر آمالی میتونه اینو بگیر. تو که نباید هرکی هرچی بابا باور کنی. بابا این آدم با بقیه فرق میکنه. محققه. جفر و ابجد و از این چیزا. خب. همینطوری که حرف نمیزنه حتما یه چیزی میدونه. کجایی الان تو؟ قنادی. تولد مهنازه. خوبه. خوش بگذره. ولی این حرفا رو باور نکن. تو که خود اهل علم. باشه. باور نمیکنم. فعلا. به به ما هم دعوت شدیم. بده شیمی ها شیمی کردیم. خوش بگذره. بهناز مهناز لوس نشو دیگه. کوف گرفته کجایی؟ دیوونه Thank you.
غم آخرت باشه خانم جم. شما به کسی مشکوک نیستی؟ والا چی بگم؟ اینا از صبح همه رو سینجیم کردن. چقدر گفتم اینجا به درد شما نمیخوره، در و پیکر نداره. اینجا خونه منه، حالا حالا ها کار دارم. بازم میگم چند شب قبل جنایت یکی این در رو باز کرده. هیچ مدرکی وجود نداره خانم. عکس میکروسکوپی مهناز اینو ثابت میکنه. اون شب تغییر کرده. اون عکس نظر قضایی هیچ ارزشی نداره. ما مدرکی میخوایم که بشه روش برنامه ریزی کرد. بهتون ثابت میکنم. چقدر شیرینه. بازم من بشوشیم ببرم. مشکل بود. شما اون شب اینجا آدم مشکوک ندیدی؟ به کسی نگو. من دیدم یه جوون از ماشین پیاده شد. هی اون بالا رو نگاه میکرد. آخر شب بود. من رفتم. نفهمیدم چی شد. ماشینش چی بود؟ گلف خانوم. چه رنگی؟ قرمز. این این لبون. پرشی چه خبر؟ هیچی. بریم تو آتلیه. بعد پدر مادرت میگفتی سر اون بدبخت چه بلایی اومده که بریزن اونجا رو تعطیل کنن. اونا الان دست بردار نیستن. کدوم احمقی بهشون گفته؟ چرا از خودشون نمیپرسی؟ تو با این کارات داری همه رو از خودت میرونی. حتی تو رو؟ من نگرانتم خورشید. نمیخوام تو رو بکشم. واسه همین شبا میزنی بیرون میای اونجا؟ کدوم شبا؟ شب که مهرناز رو کشته. نه. نه نه من اونجا نبودم. دیدن اون شب من اونجا با ماشینم دیدن. راست میگم.
راست میگن. برای چی رفتی اونجا؟ میگن رفتم مهناز بکشم. مسخره است. ده تا بازجویی گیر. تو که باور نمیکنی. چه حرفیه؟ تو که دیروز به من گفتی اونجا نرفتی. آره خواه. از همین وضعیت میترسیدم. عکساتو چاپ کرده بودم، میخواستم بیارم تحویلت بدم. اون وقت شب؟ آره، دیدم چراغای آزمایشگاه خاموشه، برگشتم. آها، پس برای همین این ماموره میگفت قضیه عکسا چیه؟ چی بهش گفتی؟ گفتم نه، چه میدونستم؟ ایوای کارم داره بیخ پیدا میکنه. خدایا چیزی نیست، اونا به همه شک دارن، حتی به من. تو که اینقدر باش رفاقت داشتی که حتی مرگشو از قبل اسم کردی. های بال من، تنها شدم به نا. سویلشون رو تحویل بده بره. الو، شاهد از اداره آگاهی. بفهمی یه مظلوم دیگه، بلند شو بیا، باید ببینیش. باشه، چشم، حتما. این عکس رو میشناسی؟ شما این مرده میشناسی؟ باید فکر کنم. تا کی؟ تا فردا صبح بهتون میگم.
الو جناب سروان جاهد لطفاً. من مطمئنم اون یه شب دیگه وارد ساختمون شده. نمیشه خانم، اون آدم خطرناکیه، دارن میبرنش. صحبت من ممکنه به روند بازجویی کمک کنه، همونطور که قبلا هم کرد. بد موقعی اومدین خانم، بد موقعی. فقط چند دقیقه، خواهش میکنم. باشه، برید وسایلتون رو تحویل بدید. تماس میگیرم که باهاش 5 دقیقه صحبت بکنیم، اونم تو ماشین. خانم، فقط 5 دقیقه. 5 دقیقه میشه وقت نداریم، نماز کنیم. چرا اونو کشتی؟ برو بیرون تا عالم و هم نزدی. با یه خبرنگار اینطوری حرف نمیزنن. خبرنگار؟ شما دختر همه تون دروغ میگین. خانم محقق دانش آموخته شیمی، قهرمان المپیاد جهانی 2005، برنده جشنواره آزاد دانشجویی هم بودی، درسته؟ تو از کجا میدونی؟ من همون قضی به کارم واردم که تو به نانو تکنولوژی. نانو؟ تو کارت چیه؟ مسافر کشم. تو بازجویی گفتی عاشق مهناز بودی و دنبالش افتادی، ولی من حرفتو باور نمی کنم. آره، ازش متنفر بودم. چرا؟ قبل از اینکه حتی هم متنفر شدم، برو گمشه بیرون، برو. خوب کشتو با کنم ازی، اگه نگه چرا اونو کشتین و تا آخر تو حلقت فرو میکنم. من عکسایی دارم که ثابت میکنه تو اون قاتل احمقی. عکسای میکروسکوپی ها به اشتباه نمیکنم، هیچ که باور نمیکنه، ولی من زدمش رو دیوار. بکش کنار. چی سر جات؟ من 5 سال امتحان کنکور دادم، میفهمی؟ 5 سال. خب که چی؟ بی سواد نیستم، از دخترهای مثل تو خیلی بیشتر میفهمم. تعداد دخترها خیلی زیادن، بقیه هم که با سهمیه وارد دانشگاه میشن. من نه دختر بودم نه سهمیه داشتم، تنها چیزی که داشتم یه عالمه مشکل بود. تازه وقت خرج خانوادم هم میدادم، اما دیوونه علم و دانشگاه شده بودم. خب میخواستی بیشتر بخونی؟ خوندم، سال پنجم قبول شدم. خب پس چی؟ باشه بیا برو خانوم، ببین چی کارایی دست ما. بیا برو دیگه. بله؟ دنبال چی هستی؟ منم قاتل مهرناز. شما کی هستین؟ بهنام بابا نترسی. نونور از کجا زنگ میزنی؟ یه جایی هم آزادت کردن؟ آره بابا، گفتن ماشینم شبیه همون ماشینی بوده که دنبالش بودن، شمارش فرق میکرد. یکی از همسایه‌ها دیده طرف رفته تو ساختمون، 2 رقم شمارش رو برداشته. حالا برو تو کاری. متهم اصلی هم گرفتن. حالا چرا به من نگفتی چه اتفاقی افتاده؟ اگرم میترسی میخوای بیام پیشت بمونم؟ اصلا چند شب بیا پیش خودم، یه زنگ به خونه بزن، مادرت ناراحته. خانم جم، از اداره آگاهی هستم، حتما یه تماس با ما بگیری. چرا نمیفهمی؟ اون داره زجر میکشه، تنها کسی که میتونه کمکش کنه تویی.
خواهش میکنم یکم فکر کن. نه عزیز من، نمیتونم آقا بهنام. آره خب بمیره تا پولی گیرت نمیاد. آره خب خداییش تو این مدت خیلی کمک خرج بودی، دست شما درد نکنه. تو اونو از این وضع نجات بده، مشکل مالیت با من. نه نمیشه، قتل عمده. اون روزای اولی هم که یه بار میخواستی به قول خودت راحتش کنی که من رسیدم، خیلی شانس آوردی که به کسی بروز نداشت. شانس نیاوردم، شانس نیاوردم، با پول دهنتو بستم. بالاخره حالا که چی؟ اون همینطوریش هم مرده، بیا انسانیت به خرج بده، خلاصش کن. شاکی هم که نداره. نه آقا جون نمیتونم، غیر قانونیه. صدا تو بیار پایین. پولایی که داله از من گرفتی چی؟ قانونیه؟ تا کی میخوای به این زندگی سگیت ادامه بدی؟ حالا این پولی که تو میخوای بدی مگه چه دردی از زندگی من دوام میکنه؟ چقدر باید بدم؟ آره دیگه چقدر باید بدم؟ بدین دیگه یه 5-6 میلیون. صابخونه داره از باب اساسی همون میریزه تو خیاب. باشه باشه برای راحتی فهمیده. باشه کیفتون رو لطفا بذاریم اینجا. بفرمایید. از این طرف تو بازش کن. مامورا گفتن اگه نتیجه تحقیقات منو ببینی بام حرف میزنی. اینا پیش من میمونه دیگه. سال سوم کارشناسی بودم که یه همه جوز شد. وزارت علوم یه 5 نفر بورسیه میخواست. آسمون تلخی گذاشته بوده. مهناز جونم قربونت برم، چی شده؟ قبول نشده که نشده، گریه نداره، دیدی که حالشو گرفتم. با چی داری گریه میکنی؟ 4 تا دخترها اسمشون جلوی من بود، اونا قبول شده بودن. من نفر 5 قبولی بودم. مهناز نفر 6 شده بود. مهناز با رتبه 6 رد شده بود. نمیدونم چرا نمیتونستم اشکاشو ببینم. بفهم. آخرش رفتم انصراف دادم تا اون بتونه قبول شه. از اون روز به بعد من رفتم تو حاشیه و اون رفت اومد. همه تحویلش میگرفتن. دوستای احمقش نمیتونستن ببینن ما میتونیم زوج خوشبختی بشیم. اونا کار خیلی بدی میکردن، ولی چه ربطی به مهناز بیچاره داشت؟ ببینم این طرف صورت من قشنگه نه؟ تو حتی نمیتونی بهش نگاه کنی، ولی اونا منو به این روز انداختن. فکر نکن چون انصراف دادی حقی به گردن من داری. اگه حقی هم داشته باشم قطعا به خاطر انصراف دادنم نیست. برای چیه؟ به خاطر حسیه که نسبت بهت دارم.
ولی من یه حس دیگه این نسبت به تو دارم. اصلا نمیخوام بشنوم. از چی میترسی؟ ترس از اشتباهی که مرتکب شدم. کسی وادارت کرده بود؟ واقعا کسی وادارت کرده بود؟ کی؟ کی؟ یه چیزی بین عقل و عشق اصلا نمیشه توضیحش داد. من اصلا حرفای تو رو نمیفهمم، باید برم. وایسا قبلا همه حرفای منو میفهمیدی، هر سوالی داشتی میمدی پیش خودم، یه دفعه خنگ شدی؟ به خاطر اینکه اون موقع حرفای روشنی میزدی. دیگه روشنتر از این؟ حتما من مثل تو فیلم ها داد بزنم دوستت دارم. آره؟ برای چی؟ برای چی؟ چون دلم پیش تو نیست. باشکرم بهرامو میشنسی؟ کسی بازاره کسی وقتی برگشتم خونه حرفای اون همش تو سرم میچرخید. رفتم تو آشپزخونه، تصویر اون دوستای لعنتیش همه جا بود. یادم رفت شیر گازو ببندم. وقتی برگشتم با یه کبریت رفتم رو هوا. سوختم. واسه همیشه تنفر چیز بعدی خانم جم. اونقدی که تصمیم گرفتم از آزمایشگاه دانشگاه اسید بدوزدم و بپاشم رو صورت همشون. حیف که لو رفتم. دانشگاه اخراج شدم و در به در شدم. تو یه بار دیگه هم اومده بودی تو ساختمون سراغ مهرناز، درسته؟ اون شب خودش اونجا نبود ولی عکسش اونجا بود. دیدن اون عکس آزارم میداد. اون آشغالا 5 سال تلاش منو به مسخره گرفته بودن. من با آزمایش آب فهمیدم که تو با اون فکرهای وحشتناکت اومدی تو ساختمون. کسی حرف منو باور نکرد. ولی من تحسینت میکنم. چون علمو باور دارم. اصول تردید تو فیزیک کوانتومو میفهمم. فکرشو بکن. هر بار که به الکترونا نگاه میکنی جهت حرکت اونا میتونه عوض شه. پس بستگی به افکار آدمی داره که بهشون نگاه میکنه. درسته؟ همیشه آرزو داشتم با چشمای خودم از پشت میکروسکوپ ذرات زیر اتمی رو ببینم. این فرصت بهم داده نشد.
اگه من انصراف نمیدادم شاید الان با هم کار میکردیم. اون وقت شاید من بهترین بودم. بیا بیچاره مهرناز. فقط مهرناز نیست خانم جم، یعنی چی؟ چون فکر میکنم میفهمی، برای همین به اونا گفتم فقط به خانم جمع اعتراف میکنم. حالا چی میخوای بگی؟ اون دختر سه نفر بودن، بیشتر از 2 سال طول کشید تا هر سه تاشون رو بکشم. مهرناز سومیش بود خانم جمع، البته کسای دیگه هم هستن، دستم بهشون نمیرسه. اینو میتونی به بقیه هم بگی. اینجا نوشته بودی یکی از این عکس‌ها مال منه، یه رمزی داره که نتونستی بازش کنی، شاید بتونم کمکت کنم. کجایی؟ دارم میرم فرمانیه، میخوام تو شب از شهر عکس بگیرم. میام میبینم. قاتل عکس مهرناز رو کنار بطری آب دیده، برای همین افکارش رو آزمایش تأثیر گذاشته. تو این وضعیت از من نگه، خوب نیستم. باشه نمیگیرم. تو باورت شده از طریق اون عکس فهمیدی قاتل قبلا اونجا بوده؟ آره، البته هنوز مطمئن نیستم. تناقضاتی تو آزمایش هست که باید رفع بشه. دنیا پر از تناقضه، اینقدر که دیگه نمیشه از هم تفکیکشون که. هر چیزی الگوی خاص خودش رو داره. هر عکس میکروسکوپی از بلور آب یه الگوه. اگه بتونیم الگوهای مختلف رو بخونیم اون وقت میتونیم به شعور هستی پی ببریم. پس تکلیف رازداری چی میشه؟ آدم همینجوری هم زیادی دارن فضولی همو میکنن. در آینده نزدیک دیگه رازی وجود نداره که، همه چی برملا میشه. اوه چه بد. وقتی یه کلمه میتونه شکل مولکول آب عوض کنه، پس رو بدن من و تو چه تأثیری میذاره وقتی 75% وجود ما آبه؟ فکرشو بکن، با گفتن یه جمله دوستت دارم همه وجود آدم زیبا میشه. به چه خوب. پس بیا حرفای قشنگ بزنیم دیگه. چرا گیر دادی به قتل و جنایت و اینجور چیزا؟ شهرهای بزرگ دنیا پر از قتل و جنایته. هیچ میدونی وقتی اثر انگشت رو کشف کردن چقدر دزد و قاتلا به دام افتادن؟ همینطور گروه خونی به قاضی‌ها کمک کرد که عدالت رو بهتر تشخیص بدن. فکرشو کردی؟ یک قطره خون ارزش اجرای عدالت رو پیدا کرد. DNA هم همینطور به کشف رازا کمک کرد. با کشف رازها جنایت کمتری اتفاق میافته. دنیا به صلح و آرامش میرسه. بالاخره آدما به علم اشیا اشراف پیدا میکنن. آره اول بعد، ولی فکر بالا سیر کردن شکمشون بکنم، این بهتره. کمن آدم هایی که زیر بار فرق دوام میارن. بانک زدی؟ هر وقت میخوام یه کم احساس خوشبختی کنم این رفیقم قرض میگیرم، ولی بالاخره یه روزی میخرم. یا
دارم خود بدونم تو این دختر چی کار میکنم. میخوای بیای ببینی؟ میشه؟ این آقایونی که عکسشون رو زدی به دیوار کیان؟ وسطی پروفسور رابرت هوک، سمت راستی ویلسون بنتلیه، اولین کسی که تونست از دونه های برف عکس بگیره 123 سال پیش. سمت چپی هم که دکتر ایموتوه، اولین کسی که تونست از مولکولای آب عکس بگیره 1998 میشه 11 سال پیش. تو چی؟ تو هم اولین کسی هستی که میخوای دنیا رو از شر همه پلیدی ها نجات بدی ها؟ من اصلا همچه ادعایی ندارم. چه اجازه این کارو کردی؟ کدوم کار؟ این عکس من از کجا آوردی؟ نشنیدی؟ پرسیدم این عکس من از کجا آوردی؟ از اداره پلیس. پس باهاشون همکاری میکنی؟ نه به خدا. چرا؟ برای چی برش داشتی پس؟ برای چی برداشتی؟ از رو کنجکاوی. رو کنجکاوی برداشتی؟ آزمایشش کردی؟ خب آره. من چرا خرم؟ فکر کنی من مهراز رو کشتم؟ نه، این چه حرفیه میزنی؟ اصلا امکان نداره. دروغ میگی خورشید، دروغ میگی. ببین بنا، این نتیجه این عکس تو تمام معادلات منو به هم زده. نتیجه چی میده؟ نتیجه میگه منم مثل بقیهشون یه قاتل بلفطرم. ببین آره، عکس اینو داره میگه. من بعد عکس آدم مطمئنو میگرفتم با عکس اون کسی که بهشون شک دارم، مقایسه اشتباه شده. دیگه به هدف ما کار نکن. حالا کجا داری میری؟ وایس با هم حرف بزنیم. کدوم حرف؟ با این آزمایشای مسخره‌ات؟ بهنا دست از این کارهای احمقانه برداشتی، زنگ بزن. مرکز ما در موقعیت مورد نظر نه اینجا نمید بله کجایی بابا؟ از صبح طوله دارم تماس میگیرم نمیتونم بگیرم. چی شد؟ تمامش کردی؟ فهیمه به هوش اومده. چی؟ خیلی خوشحالم که اون کارو نکردم. الو، شما خوشحال نیستی؟ الو؟ اصلش کن، چرت میگی؟ من مسخره تو هم بگی فهم اینو برو بینم دیست کن، چیف بزنی من میدونم تو علم کن. حالا چی کار میخوای بکنی؟ دیگه نمیتونم اینجا بمونم، باید فرار کنم. کمکم کن. یه چند روز به این فرصت بده. خیلی دیره. بذار ببینم چی کار میتونم بکنم. همینجا بمون. جبران میکنم. بیخیال شو. حتما اینم حکم جلبه. خورشید دیوانه میگه حتما باید ببینم. نصف شبی دلشو نشکن، برو. فردا قرار گذاشته، چیکار کنم؟ شک نکن، برو. شاید میخواد باهات بیاد. موتورت هم میدی؟ شما جون بخوا. هنوزم میپری؟
نه گرفتاریم زیاده. سلام. سلام. ببین بابت دیشب واقعا بگذره. یه شرایطی برام پیش اومده که باید برم. کجا؟ یه نمیدونم یه جای خیلی دور. تو یه منطقه. کسی دنبالت نبود؟ وا برای چی؟ بیا. بیا برات میگم بیا. خونسرد داشت دور اطرافت رو نگاه نکن. چی شده؟ آروم باش. دنبالم. کی؟ باید فرار کنم. تو چی کار کردی؟ زنده موندم برات میگم. چرا این دو سال بهش میرسیدی؟ میخواستم اول راحتش کنم. پرستار سر رسید نشد. بعد داشتم پولامو جمع میکردم بزنم بیرون. به هوش اومد و همه چی خراب شد. به هوش اومد؟ قرار نبود کسی رو بکشم فرشید. قرار نبود. کاری که داره این کنیم درسته